64 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین صبح امروز با انتشار شهادتنامه‌ای بر مصائب و کوتاهی‌هایی که تعمدن بر خدا صابر صورت گرفته و شهادت او را رقم زده است، سهه گذاشته و شهادت دادند که وی در آخرین ساعات عمرش توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در همین ارتباط گفتگوی انجام دادیم با سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از پاریس. آقای میردامادی، همونجوری که میدونید شهادتنامه‌ای منتشر شد از طرف زندانیان سیاسی زندان اوین و اونها شهادت دادن بر تمام ظلم‌هایی که بر خدا صابر رفته. شما این داستان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ حتی اگر این شهادت هم بیرون نمی‌آمد، به طور کلی هم بر اساس قوانین جزایی و هم بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی سازمان زندان‌ها، امنیت جانی زندانی بر عهده مسئولان زندان هستش، مضافاً بر این که ایشون در حالت اعتصاب قضا بوده و باید به صورت ویژه نظارت و رسیدگی بهداشتی و پزشکی خاصی از ایشون به عمل می آمده که شواهد و قرائن حکایت از این داره که نه تنها این رسیدگی ویژه به عمل نیامده، حتی رسیدگی های عادی و معمول هم که برای افراد خارج از اعتصاب قضا هست در خصوص آقای مرحوم خدا صابر به عمل نیامده و در نتیجه این انگشت اتهام به طور مشخص متوجه مسئولان زندان، مسئولان قضایی و مسئولان عالی رتبه مملکتی است که با حمایت‌ها و سکوت خودشون این ظلم و این جنایت رو تایید می‌کنن و در واقع این ظلم و جنایت به پای اونها نوشته شده و نوشته میشه. مضافاً بر اینکه این شهادت هم تاییدی است بر ظلم مضاعفی که بر ایشون رفته که نشان دهنده ضرب و جرح ایشون هستش به عنوان یک زندانی که این خودش باید مسئولان رسیدگی بکنن، اما من فهم می‌کنم که باید در بعد جهانی به عنوان یک جنایت این مسئله رسیدگی بشه و در واقع جمهوری اسلامی و مسئولین قضایی بار دیگر این جنایتی که در کارنامه سیاهشون نوشته شده رو در عرصه جهانی باید پاسخگو بشن با توجه به اینکه قوه قضایی مستقلی ما در داخل ایران نداریم. آقای میردامادی، به نظر میرسه دستهایی در کاره تا مبارزانی مثل خدا صابر که سابقه مبارزاتی ویژه‌ای دارند خود به خود در شرایطی قرار بگیرن که حذف بشن. نظر شما در این مورد چی است؟ تا زمانی که دستگاه قضایی مستقلی در مملکت وجود نداشته باشه و تا زمان اینکه حاکمیت با استفاده از دار و درفش و زندان و فشارهای قضایی نخواد منتقدین و رقبای خودش رو کنار بزنه و تا زمانی که مجامع حقوق بشر جهانی به خاطر مصالح غیر انسانی با جمهوری اسلامی تعامل نکنن و همچنان این مدارا رو در پیش بگیرن، به نظر این روند ادامه خواهد داشت و اگر مجامع جهانی به یک عزم و اراده‌ای برای برخورد با نقض آشکار مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران برسن، اگر به این تصمیم برسن و اگر نهادهای مسئول در داخل کشور به این نتیجه برسن که راه ظلم و فشار و سرکوب و شکنجه و ضرب و شتم زندانیان راهی است که به تزلزل و فروریزی حاکمیت کمک میکنه و حتی در اون تسریع میکنه و این اقتدار نامشروع حاکمیت رو بیشتر گسترش میده، تا زمانی که چنین تلقی در داخل وجود داره و تا زمانی که برخورد و عزم جدی در عرصه جهانی نقض حقوق بشر در ایران وجود نداره، این روند متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد. ولی من پیش‌بینی میکنم و البته امیدوارم که این روند ادامه پیدا نکنه و از دست دادن امثال آقای خدا صابر یک خسارت عظیمی است برای جامعه مدنی و جنبش آزادی خواهی در داخل که کسی دیگه نمیتونه چنین خسارت هایی رو جبران بکنه و این باعث صدمه هست به جبهه آزادی خواهی در داخل ایران. و در نتیجه من از همینجا خواهش میکنم از همه زندانیان سیاسی که دست از اعتصاب قضا بردارن. اعتصاب قضا به ویژه به این شکل به نوعی کمک میکنه به از بین رفتن وجود نازنین آزادی خواهان و مبارزین عزیزی که حضورشون حتی در داخل زندان همین که نفس بکشن برای جامعه ایرانی، برای مبارزین راه آزادی در ایران مفید و بسیار مؤثر هست.